خب به نام خدا، سلام مجدد خدمت دوستای عزیز. امروز با هم دیگه میخوایم همونطوری که گفتم بریم لینوکس دبیان رو توی محیط ترمینال نصب کنیم و دیگه توی محیط گرافیکی نصب نکنیم. اینجا بهش میگم که طریقه نصب اون تقریبا شبیه همون ویدیو قبلیه که برای محیط گرافیکی ساختیم. اینجا مستیر ایزومون رو بهش میدیم و میگیم که خودش میشناسه اینجا لینوکس دبیان. اینجا اسمشو میذاریم مثلا دبیان سرور. نیکس دوتا سی پی یو میخوایم، 2 گیگ کافیه و اینجا میزنیم نیکس. همه رو به عنوان یه سینگل فایل استور کن، اسمش هم میتونه همین باشه و تمام. خب ما اینو اوکی کردیم. حالا اینجا دیگه توی گرافیکال اینستال نمیریم، میایم پایین تو قسمت اینستال ساده و روند کار همون مثل گرافیکیه. اینجا مثلا میگه شما زبانتون رو انتخاب کنین، ما میگیم انگلیسی یونایتد استیت. کیبوردمون ولی حالا اینجا اگه کیبورد شما انگلیسیه که بزنین انگلیسی، اگه آلمانیه بزنین آلمانی، یا حالا هر فرمت دیگه ای که داره کیبوردتون. خب میبینید که چیزای اولیه رو داره هارد و دیتکت و کارهای نتورکینگش رو انجام میده و میریم برای مراحل بعدی. اینجا مثلا از DHCP آدرس گرفت، هاست نیم اونو میذاریم دبیان سرور. دومین نداریم، یه پسورد حالا میذاریم و اینجا هم دوباره پسورد اون رو تکرار میکنیم. اسم یوزر میخواد ازمون، ما میذاریم مثلا وب ادمین، ادمینستریتور وب، و اینجا دوباره کانتینیو میدیم. یه پسورد واسه یه و بعد مینمون میسازیم. اینجا دوستان اگه اسپیس بزنید اینجا یه ستاره میاد و میتونیم ببینیم که چه پسوردی گذاشتیم. الان چون محیط آزمایشگاه هستیم پسورد کامپلکس نمیذارم، میریم جلو وب ادمین. پس اینجا شد با اسپیس، دوباره اسپیس بزنیم میره تب تاسته و کانتینیو. میریم جلو، تایم زون اونو میذاریم ایستن، خب ببینید اینجا اومدیم دوباره سر پارتیشن ها. من تو ویدیو قبلی پارتیشن بندی همه رو ریختم توی یه دونه و گفتیم که خودت واسه اون پارتیشن بندی کن. امروز میخوایم دستی پارتیشن بندی کنیم. واسه پارتیشن دستی بذاریم یه بار برم عقب. ببینید اینجا پارتیشن باید بیایم اینو انتخاب کنیم SDA. الان میبینید که 21.5 گیگابایت ولوم داریم، ما فضا داریم. اینجا اینتر رو میزنین، بعد میگه که حواست باشه اگه میخوای پارتیشن بندی کنی هرچی دیتا رو این دیسکت باشه پاک میشه. میگیم اشکالی نداره، خودمون میدونیم. الان 21 گیگابایت من رو روبروش نشته فری اسپیس، یعنی این فضای آزاده، میتونم به دلخواه خودم پارتیشن بندی کنم. من اینجا کلید اینتر رو میزنم و کرییت نیو پارتیشن رو میزنم. اینجا مثلا میگم که 21.5 گیگابایت فضا دارم. من مثلا میگم 2 گیگابایتش رو، یا بذارید بگم مثلا 10 گیگابایت رو، برای مثال یه چیز آزمایشگاهی، واسه یه پارتیشنش از نوع پرایمری باشه و لوکیشنش اینجا میتونید فرمت پارتیشنتون رو مشخص کنید. من همون EXT4 گذاشتم که فرمت لینوکسیه. ماونت پوینتش حتما توجه کنید که اینجا باید توی روت باشه. بعد مانت آپشن و اینام دیگه هیچی رو نمیخواد و اینجا خیلی دل بخواهیه دیگه، هر جوی که خودتون دوست دارین میتونید پارتیشن بندی کنید.
من دو گیگ مموری دارم، 2 گیگ هم میدم به سواپم از نوع پرایمری و اینجا نوعشو میگم که سواپ هستش. دان، خب دوتا پارتیشنمون اوکی شد. الان 9.5 گیگابایت داریم. من مثلا 5 گیگابایت رو میدم به دوباره یه پارتیشن پرایمری. واسه یه هوممون باشه و یه دونه پارتیشن لاجیکال هم اینجا میسازیم. حالا مثلا 4.5 گیگابایت بهش میدیم و از نوع لاجیکال باشه واسه یوزر ها. اوکی، خب ما اینجا کارمون تمومه. الان میزنیم فینیش و این تغییراتی که انجام دادیم روی دیسک ما نوشته میشه، رایت میشه روی دیسک. میریم واسه ادامه نصب. اوکی، اینجا میگیم سی دی رام نداریم، سی دی و دی وی دی و میرورمون رو میخواییم از کشور آلمان بگیریم و از سایت خود دبیان. کانتینیو رو میزنیم که بره جلو. خب من نسخه دبیان هم چون قدیمیه داره آپگرید میکنه و ممکنه 1 دقیقه طول بکشه، صبر میکنیم تا نصب شه. که پکیج همون نصب شد، حالا دارم باز میشن، اون پکینگ میکنه.
خب دوستان ببینید، اینجا ما دسکتاپ انوایرمنت نمیخوایم، دوباره با اسپیس اینو برمیداریم. پرینت سرور هم نمیخوایم، یه سرور اوریان میخوایم، یه سرور خام میخوایم. من استاندارد سیستم یوتیلیتی رو میذارم بمونه چون که به کارم میاد. کانتینیو رو میزنم و خیلی سریعتر نصب میشه چون که دیگه محیط گرافیکی رو ما رو کرنل نصب نکردیم. خب اینجا میگیم که گرابمون رو تو اینجا نصب کن، آدرس رو بهش میدیم، گرابمون نصب میشه و پروسه نصب ما تموم شد. الان سیستم ما ریست میشه. و ما سرور دویان رو نصب کردیم. الان من لاگین میکنم با یوزر وبادمین. پسوردم هم همون وبادمینه. و الان ما توی سرورمون هستیم، محیط سروری که نصب کردیم. و من اگه IPA رو بزنم میبینم که از DHCP IP گرفتم، 172.16.178.136 رو دارم. و اگه گوگل رو پینگ کنم میبینید که پینگ من داره برمیگرده. خب دوستان، اینم از طریقه نصب سرور دبیان بدون محیط گرافیکی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. همونطور که قولشو دادم واسه تون دلیور کردم. لطفاً لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله بزنید، حمایت کنید تا براتون ویدیوهای بهتری بذارم. اگه وقت کنم دفعه بعدی میریم سراغ، ببینید من الان اینجا کامند LSBL کار رو بزنم، LSBLK تمام اون پارتیشن هایی که ساختیم و اینجا واسه من لیست میکنه. و اگه من fdisk رو بزنم، آدرس بهش بدم که مثلا توی dev sda مثلا میتونم این پارتیشن هم و فرمتش رو، حالا روت نیستم من خودم رو روت میکنم اینجا، پسورد روت هم رو میزنم و میگم که fdisk dev sda. ببینید اینجا الو بزنم میگه که مثلا میخواین فرمت اون پارتیشنتون رو عوض کنین. به چه پارتیشنایی میخواین عوض کنین، مثلا چه فرمتی داشته باشه. اینجا شما حتی میتونین پارتیشن چیزاتون رو عوض کنین. اگه وقت کنم یه ویدیو میگیرم، حتما یه ذره سم خلوت بشه یه ویدیو میگیرم واسه رید کردن، رید بستن توی لینوکس و راجع به همین فرمت کردن پارتیشن ها سعی میکنم حتما یه دونه ویدیو بگیرم. خب دوستان، دیگه وقت ویدیو زیاد شد. امیدوارم روز خوبی داشته باشین. مرسی که امروز هم همراه من بودین. تا درودی دیگر، بدرود.